سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: هیچ مدراسیونی در ایران نیست. شورای امنیت خواستار مجازات آمران و عاملان حمله به فرودگاهی در عربستان سعودی شد. پاسدار جلالی: چندین آشوب در سال گذشته داشتیم که محمل آن شبکه‌های اجتماعی خارجی بود. مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: هیچ مدراسیونی در ایران نیست. آنها به تروریسم ادامه می‌دهند. من دوست دارم کسی پیدا شود و حتی یک نمونه از رفتار مدره در این رژیم به من نشان بدهد. من فاکت و سندی در این زمینه ندارم و در عوض آنچه در دست دارم این است که سپاه پاسداران میلیون‌ها دلار را صرف تروریسم در سراسر جهان کرده است. سند دارم که به شبه نظامیان حوثی کمک مالی می‌رسانند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه روز دوشنبه حمله شبه نظامیان حوثی وابسته به رژیم ایران به فرودگاه ابها در عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد و خواستار مجازات آمران و عاملان این حمله شد. شورای امنیت در بیانیه این حملات را نقض قانون بین‌المللی و تهدید امنیت و صلح بین‌المللی خواند. شبه نظامیان حوثی با حمله موشکی به فرودگاه بین‌المللی ابها 26 تن از مسافران را مجروح کردند. پاسدار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل رژیم، با نگرانی گفت: چندین آشوب در سال گذشته در داخل کشور داشتیم که محمل و بستر آن شبکه‌های اجتماعی خارجی بود. این اتفاقات سال گذشته به وجود آمد و همه دستگاه‌های اطلاعاتی می‌دانند که این حوادث زیر سر این سیستم است. شبکه‌های بیرون آدم‌هایی را سازماندهی و تجهیز می‌کنند و آموزش می‌دهند و حتی منابع پولی آنها را جابجا می‌کنند برای اینکه بتوانند کارهای تروریستی انجام دهند. وزارت دفاع آمریکا عکس‌های جدیدتر و واضح‌تری از حمله نیروهای سپاه پاسداران به نفتکش‌ها در دریای عمان را منتشر کرد. این تصاویر پاسداران را هنگام جدا کردن یک مین عمل نکرده از بدنه کشتی نشان می‌دهد. صبح پنجشنبه 23 خرداد دو نفتکش که از امارات و عربستان به سمت شرق آسیا در حرکت بودند، هدف حمله پاسداران قرار گرفتند. ارتش عراق اعلام کرد 3 موشک به قرارگاه تاجی واقع در 27 کیلومتری شمال بغداد اصابت کرده است. قرارگاه تاجی محل استقرار نیروهای آموزش دهنده آمریکایی در عراق است. ارتش عراق گفت این حمله که در آخرین ساعت‌های روز دوشنبه 27 خرداد صورت گرفته است، تلفاتی در بر نداشته. به گفته ارتش عراق در این حمله موشک‌های کاتیوشا استفاده شدند. پنتاگون اعلام کرد در پاسخ به حملات به نفتکش‌ها در دریای عمان 1000 سرباز دیگر به منطقه اعزام می‌کند. پاتریک شانهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، در یک بیانیه گفت: حملات اخیر رژیم ایران بر اطلاعات موثق و قابل اتکایی صحه می‌گذارد که ما در مورد رفتار خصمانه نیروهای رژیم ایران و نیروهای نیابتی آن دریافت کرده بودیم که نیروها و منافع آمریکایی را در منطقه تهدید می‌کنند. این بیانیه می‌افزاید این نیروها اهداف دفاعی دارند و برای مقابله کردن با تهدیدهای هوایی، دریایی و زمینی به خاورمیانه اعزام می‌شوند. این نیروها به 1500 نیرویی که ماه گذشته همراه با ناو هواپیمابر USS آبراهام لینکلن به منطقه اعزام شدند افزوده می‌شوند.